تحریم های علیه دولت های سرکش نظیر جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی در صورت عدم هماهنگی میان اتحادیه اروپا با آمریکا با خطر بی حاصل شدن سیاست های متکی به آنها روبروست. مؤسسه تحقیقاتی نیروهای مسلح سلطنتی بریتانیا علاوه بر این هشدار میگوید ناهماهنگی در اجرای این تحریم ها حتی ممکن است نتایجی معکوس به بار آورد. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در لندن جزئیات بیشتری را شرح داده است. آزمایش اخیر موشک بالستیک غارپیما توسط کره شمالی باعث شد تا آمریکا اقدامات جدیدی برای تحریم پیونگیانگ انجام دهد. قصد داریم انتخاب روشنی را در برابر این شرکت‌ها قرار دهیم. آنها می‌توانند با ما و یا با کره شمالی داد و ستد کنند، اما نمی‌توانند این کار را با هر دو انجام دهند. امیل دال که تهیه کننده گزارش مؤسسه تحقیقاتی نیروهای مسلح سلطنتی در بریتانیا است میگوید طبیعت غیر متمرکز تحریم های بین المللی و شرکت های فرعی پوشش دهنده تجارت با کشورهای سرکش مانند کره شمالی باعث تضعیف رژیم تحریم ها می شود. برای تضعیف این تحریم ها به شبکه پیچیده ای از شرکت ها و آژانس های تکیه می شود که به نوعی پوشش کمپانی اصلی در تجارت با کره شمالی هستند. واحدهایی که به همین دلیل نام آنها و مدیرانشان در فهرست شرکت‌های مورد تحریم قرار نمی‌گیرد. با این حال آقای دال به تحریم‌هایی که در مورد برنامه اتمی ایران اعمال شده بود به عنوان یک مورد موفق اشاره می‌کند. این پژوهشگر می‌گوید آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که گروه موسوم به 5 به علاوه 1 را تشکیل داده بودند، پس از دستیابی به برجام متفقاً و با هماهنگی کامل توافق کردند تا برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران را به حال تعلیق درآورند. اما یک تفاوت اساسی در مورد تحریم‌های وجود دارد که به طور جداگانه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال می‌شوند. در اتحادیه اروپا این امکان وجود دارد که تحریم‌ها با مشکل حقوقی روبرو شده و پرونده آن به دادگاه‌های اروپایی کشیده شود. اما آمریکا به سرعت می‌تواند با شناسایی واحدهای تخطی کننده دیگر سیاست‌های جدید را به مورد اجرا بگذارد. به همین دلیل چاره کار در هماهنگی بیشتر بین اتحادیه اروپا و آمریکا از جمله در بخش خصوصی دو طرف است. در گزارش اخیر ذکر شده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ضعف آن مجموعه در اعمال تحریم‌ها را بیش از پیش کرده است. سامان پژوهان، صدای آمریکا.